خداوند دوست دارد کسانی که در راه او در یک صف، در سوره صف آمده است این آیه، که موضوع محوری اون هم همین صف است. صف یعنی صف، یعنی مسلمانان باید در یک صف کنار هم متصل به هم بیستند. این امت باید صف واحدی را تشکیل بدهد، فی سبیله صفاً، همه آحاد این امت صف واحدی را باید علیه دشمنانشون تشکیل بدهد، اون هم صفی غیر قابل رخنه که دشمن نتواند در اون نفوذ و رخنه کند. کأنهم بنیان مرصوص، گویا آنها ساختمانی به هم چسبیده هستند، مثل یک دیوار محکم و به هم چسبیده در مقابل دشمنانشون بیستند که نتوان در اون رخنه کرد. این شأن مسلمانان هست که مخصوصا الان به شدت نیازمند این صف واحد هستند که کدورت ها و بغض و کینه ها و اختلافات و فرق گرایی ها را کنار بگذارند و ید واحده بشوند. به تعبیر پیامبر صلی الله علیه وسلم، المؤمنون تتکافأ دماؤهم و یسعى بذمتهم ادناهم و هم ید على من سواهم. مؤمنان خونهایشون با هم برابر است، خون هیچ کس از دیگری رنگین تر نیست. هر کس کسی را کشت باید کشته شود، قصاص بشود، چون خون هر مسلمان با مسلمان دیگر برابر است. و یسعى بذمتهم ادناهم، کمترین انسانها پناهش معتبر است، باید به پناه و امان او احترام گذاشت. و هم یدن علی من سواهم، با آنها یک دستند، یعنی یک دست باید باشند، علی من سواهم، بر علیه دیگران، بر علیه دشمنانشون، مخصوصا این دشمنانی که الان دارند چنگ و دندان نشون میدهند به مسلمانان. حادثه اخیر را شنیدید دیگه، اون کاروان آزادی که برای رساندن کمک و ارزاق و خاربار به کودکان و زنان گرسنه غزه روانه شده بود، مورد تعرض حیوانات وحشی قرار میگیرد که روی حیوانات وحشی را هم سفید کردند. حیوان وحشی باز هم رحم سرش میشود. که یک فیلمی دیدم من از یک ببری که یک میمون را کشته بود، از شکن اون میمون نوزادی بیرون آمد، افتاد جنین اون میمون، از شکمش وقتی پاره شد بیرون افتاد. اون ببر درنده وحشی نیامد که اون میمون را بخورد، اون بچه میمون را، بلکه مادر را رها کرد، مادری که الان کشته شده بود، چسبید به اون بچه میمونی که نوزادی بود از شکم مادر بیرون افتاده بود بعد از دریدن شکم. از اون مراقبت کرد، از اون مواظبت کرد. همون حیوان درنده هم این اندازه رحم سرش می شود نسبت به یک نوزاد، اما اون درندگان وحشی رحمی سرشون نمی شود، اجازه نمی دهند هیچ گونه کمکی به کودکان و زنان گرسنه غزه ارسال بشود. اما در ریختن دیگه، اونها را به خاک و خون کشیدن، کسانی را که کمک می رساندن به مسلمانان غزه در کاروان آزادی. این وضعیت است دیگه، این وحشیگری است که لرزه‌ای بر پیکر تمام جهان اسلام انداخت، بلکه بر پیکر بشریت انداخت، که این کسانی که این گونه ادعای انسانیت میکنن، از ما با این دشمنان طرف هستیم، مسلمانان در مقابل این گونه دشمنان قرار دارن الان، باید صف واحده باشن یا نه؟ این است که نیاز است به این اتحاد کلمه و انسجام و یک پارچگی که از خود جامعه اسلامی باید آغاز بشود. به تعبیر پیامبر صلی الله علیه وسلم، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مؤمن نسبت به مؤمن باید اجزای مثل اجزای ساختمان باشد، اجزایش همدیگر را مستحکم می‌گرداند. مؤمنان باید این گونه باشند، کاملا مستحکم و منسجم و متحد با هم دیگر. اجازه رخنه هیچ
عنصر نفوذی ندهند در بین خودشون، که دشمن در بینشون رخنه نکند و صف واحد باشند همه مسلمانان احاد این امت. هر کسی که به نام این امت تشریف دارد در این عرصه بزرگ، عرصه امت، باید صف واحدی را تشکیل بدهد، در کنار دیگران باید بیستد، نه که برود صف دیگر برای خود تشکیل بدهد. این صف واحد باید علیه دشمنان به وجود بیاید تا هم جلو نفوذ و گسترش تبلیغات آنها گرفته شود و همین که مسلمانان بتوانند پیشروی کنند. و الان به حمد الله حرکات خوبی دارد صورت میگیرد در ممالک غیر اسلامی، دعوت اسلامی دارد به قعر اروپا و آمریکا رخنه میکند. اگر ما شاید در خواب غفلت بوده ایم، مسلمانان بیداری هستند که دل برای دین خدا میسوزانند، غم دین را میخورند، ولی ما باید سهممون رو هم بگیریم، نقشمون رو هم ایفا بکنیم، بهرهمون رو هم ببریم، این افتخار رو هم کسب بکنیم که خدمتی کوچک برای دین خدا انجام بدهیم. من سوال کردم در جمعه قبل، دو جمعه قبل، که هر انسان مسلمان باید از خودش سوال بکند که من چه خدمتی برای دین خدا انجام دادم. به برکت دعوت اسلامی الان اروپا و آمریکا دارد متحول می شود، با همه تبلیغات مسموم، با همه جبهه گیری ها، با همه سمپاشی ها، اونها دارند می روند به سمت اسلام و اون وعده خداوند تحقق پیدا می کند. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند دینش را و پیامبرش را فرستاده است تا بر همه ادیان این دین را غالب بگرداند، هرچند مشرکان خوششون نیاید، کافران نپسندند، میخواهد نور دین خدا را خاموش بکنند با تبلیغاتشون، اما نمیتوانند. الان در کشورهای بزرگ آمریکا و اروپا، در نیویورک، در پاریس، در لندن، در مادرید، در روم، تعداد مساجد با کلیساها برابری میکند. الان تعداد مساجد با کلیساها برابری میکند. حدود 2000 مسجد در آمریکا وجود دارد، بیش از حدود 1600 مسجد در فرانسه، مناره های آن بر آسمان و بر فراز آسمان فرانسه می درخشد، 2200 مسجد و مصلا در آلمان با همه محدودیت هایی که دارن مسلمانان اونجا، جلوگیری از ساخت و ساز مسجد و مشکلاتی که اونها دارن، ولی 2200 مسجد و مصلا در خود آلمان الان وجود دارن. در خود همین آلمان 40,000 نسخه ترجمه قرآن در یک سال به فروش رفته است. 40,000 نسخه ترجمه قرآن. انتشارات لاروس در فرانسه مجبور می شود ترجمه قرآن را تجدید چاپ بکند بعد از نایاب شدن نسخه های آن. انتشارات لاروس فرانسه. در آمریکا سالیانه 25,000 نفر مسلمان می شوند. در خود فرانسه به اعتراف خودشان که در روزنامه های به اصطلاح معروف آن به چاپ رسیده است، ده ها هزار نفر سالیانه مسلمان می شوند. این همه نشان دهنده روند رو به رشد اسلام است، روند گسترش اسلام است که می رود این دین برای که جهانی بشود و برسد به اونجایی که باید برسد. ولی ما سهممون رو هم باید بگیریم. ما چه سهمی داریم واقعا؟ چه حرکتی انجام دادیم؟ این سوالی است که باید داشته باشیم و هر مسلمان باید جواب این سوال رو هم برای خودش بیابد که از چه راهی میتواند خدمتی به دین خدا انجام بدهد. من بیش از این در این خود به مصدق نمیشم و باز هم
مسائلی هست برای گفتن که انشاءالله موکول میکنیم به فرصت دیگر. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.